سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به خبر ده از تمدن. ولی عهد عربستان سعودی در نشست فوق العاده کشورهای عربی اسلامی از جهان خواست مانع حملات رژیم اسرائیل علیه ایران شود. محمد بن سلمان تاکید کرد رژیم اسرائیل نباید حاکمیت ایران را نقض کند. ولی عهد عربستان همچنین در این نشست تاکید کرد رژیم اسرائیل در حال اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطینی و در حال نسل کشی ساکنان غزه است. او گفت باید در غزه و لبنان هرچه سریع آتش بس برقرار شود. سران شمار دیگر از کشورهای اسلامی نیز اقدامات رژیم اسرائیل علیه غزه و لبنان را محکوم کردند. در بیانیه پایانی این نشست نیز نسبت به نقص تمام طرزی ایران، عراق و سوریه هشدار داده شده. برنامه جهانی غذا با نشر گزارش اعلام کرده که امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما با فرارسیدن زمستان ناامنی غذایی بیشتر خواهد شد. این سازمان هم گفته این بهبود جزئی در امنیت غذایی حاصل کمک‌های بشری به مردم افغانستان بوده است. طبق این گزارش اکنون بیش از 11 میلیون نفر با وخامت بحران کمبود خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری مواجهند و این رقم در 4 ماه آینده به 15 میلیون نفر خواهد رسید. وزارت زراعت و مالداری اعلام کرده که اولین حاصلات ممپلی کشت شده توسط یک فارم تحقیقاتی این وزارت در کابل نتیجه مثبت داده و جمع آوری شده است. این وزارت گفته این نبات در فارم تحقیقاتی غلجات در بنی حصار کابل کشت شده است. گفته شده که امکانات کشت وسیع این نباتات در ولایت‌های ننگرهار، خوست، قندهار، هلمند، فرار، نمروز، زابل و هرات بیشتر است. در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه جوزجان فاریاب 3 نفر جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مدیر ترافیک جوزجان گفته این حادثه بعد از ظهر دیروز در ولسوالی خواجه دوکو هنگامی رخ داد که یک موتور نو پاسو از جاده منحرف و واژگون شده است. خرابی جاده ها، بی احتیاطی رانندگان و نبود علائم ترافیکی از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی در کشور گفته می شود. همزمان با آغاز نشست سالانه تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان، مقام‌ها در کابل از جامعه جهانی خواستند که افغانستان را در بخش مبارزه با خطرات تغییر اقلیم کمک و همکاری کند. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه، میگوید سازمان ملل باید کرسی افغانستان را در این نشست به گونه رسمی به حکومت تحویل دهد. همزمان عالمان دین و جامعه مدنی با اشاره به تشدید خطرات ناشی از تغییر اقلیم در کشور از جامعه جهانی خواست که کار پروژه‌های بزرگ در بخش محیط زیست را از سر بگیرند. و خبر اخیر این که مسئولان شفاخانه حوزه قندهار از افزایش چشمگیر موارد سوء تغذیه در میان کودکان در 6 ماه گذشته خبر دادند. طبق معلومات مسئولان در این مدت بیش از 5000 کودک مبتلا به سوء تغذیه به این شفاخانه مراجعه کرده که بیش از 1200 تن آنان به سوء تغذیه حاد مصاب بودند. گسترش مهاجرت، عدم دسترسی به غذای سالم و مشکلات اقتصادی خانواده ها از دلایل افزایش سوء تغذیه در میان کودکان گفته شده است. بیننده های عزیز، این خبری ده بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.